ملایان شیعه در هر استدلالی اول چکار میکنن؟ ماسمالی میکنن، مسائل ماسمالی میکنن، از حرب های مختلف استفاده میکنن. مثلا میگم فلان قضیه تقیه بوده یا مصلحتی در کار بوده و غیره. اما وقتی دستشون خالی بشه از این حرباناتون از استفاده کنن، میان منکر کل ماجرا میشن. در این مورد مگه میتونستن منکر کل ماجرا میشدن، همچنان که این بچه مغول همی کار میکنه. اگه میتونستن میگفتن اصلا علی فرزندی نداشته، الان فرزندان علی را منکر میشن. اصلا علی فرزندی نداشت که این اسمها را داشته باشه. مانند بسیار از موارد که سعی در نابود کردنشو دارن، همچون این که مثلا همسران عثمان از پیامبر نبودن، از شوهر قبلی حضرت خدیجه بودن. ام کلثوم همسر عمر بن خطاب دختر ابوبکر بوده، نه دختر فاطمه و علی. وقتی نتونن ماسمالی کنن این کارا رو میکنن. ابوبکر هم در غار همراه پیامبر نبوده. شخصی به نام ابن سبا هم وجود نداشته. اینها همش افسانه. اما وجود یه بچه قنداقی بیش از هزار و اندی سال سرداب اون درسته، ولی کل مسلمان هاست، نایب بر حقش هم که بر جهان حکومت میکنه. چطور اینها عقلشون مسخ شده و به قول ابن تیمیه متواترات انکار میکنن و به موهومات میچسبن؟ وقتی که دل مرض داشته باشه و انسان بصیرت نداشته باشه، به این وادی های زلالت میفته.